درود میگم به شما دوستان عزیز، اون نفرانی که خودی حاضر با موج 94 و 4 اف ام با رادیوی همصد و پیوست شدید. امید برام میبندیم که خوش و صحت و سلامت هستید و این حال با ذوق بمر برنامه سلام همصد رو گوش کرده هستید. شما میتونید که خودی حاضر پیوست شوید و با موج 94 و 4 اف ام با رادیوی همصد. امید برام میبندیم که این برنامه به شما پسند میاد. برای اون که در مهمونی برنامه ما هستند سراینده محبوب، نفری که واقعا با سرودهای دلنشین خود در دلی هر یک نفر جای گرفته است و مخصوصا نسل ما با گوش کردن ترانه های این هنرمند محبوب کلان شده ایم، استقبال میگیریم. سراج الدین فاضلوف، خوش آمدی به برنامه ما. آباد باشد، زنده باشد، سربلند باشد. من با باوری گفتم ایتون که این برنامه بین جالب، رنگین، شوق‌آور میشود، زیرا چون اگر در آغاز قید کردیم سرود و ترانه هایی که شما در واقع ایجاد کرده برای مردمی تاجیک پیشنهاد کردید بسیار شنیدنی، جالی و شوق‌آور هستند و با گذشت 20 ساله ها و بیشتر از این 25 سال حال از یاد مردم نمی رود، همگان از آن یاد میکنند با خوشحالی. در آغاز بسیار رمزی می شود که یک سلام خود را برای شنونده های رادیوی همصدا رسانیده باشید. سرول سپاسگزارم از لطف مهربانی های شما که بنده شاید قدر قدری که شما کردین ارزشمند نباشم، لیکن از این فرصت استفاده برده میخوام که امروز روزی کسبی همه کارکنان رادیو تاجیک بالا تبریک میگم، مبارک باد میگم، خداوند در خاندانشون تنجی امانی استوگی رو پایدار بگردونه، ذوق بلند ایجادی برای شما از درگاه خداوند خواهانم، چون که تابی بولیده مردم همش وابستگی دارد از تابی شما. بله. شما چقدر با ذوق بلند برای مردم پیشکش میکنید سخنهای بهترین، یک کیسه های بهترین، یک موسیقی های بهترین، مردم هم قدر راحت میکنن، حلاوت میکنن. بهترین. پیش از اونه که با صحبت گذاره میخوام دونم که امروز سراج الدین فاضلوف با چی کارو مشغول است، دنبال چی کارهای است، کمی قصه کنیم خودی حاضر همین روزا، روزای آخیر این زمان، روزای آخیر باور کنید بعدی که یک سروده که انسان برای هر یک ایجادکار ایجاد کردن سرود، ایجاد کردن موسیقی یا شاعر برای شعرش الهام ای کدام سرچشمه میگیره، همو وقتی که مردم با یک مهر محبت قبول میکنه همه ایجادی همون هنرمند در واقع هنرمند یک روحیه بلند میگیره برای ایجاد کردنی آینده، سرودهای نوبتی. بله، برای دوام دادنی سرودهای نوبتی. من هم باور کنه یک چند وقت تا آخر شد که بعد که همه سرودی به خبریم روی رادیو تلویزیون و در فضای تاجیکستان تنین انداز گردیدن سایت اجتماعی در که برامد مرم یک شاقمند شدم را چگه بونم یکی دوباره با زنده شدم در واقع برای اما این زمان میخواهم که پیوسته ایجاد باشه، ایجاد خوب باشه. اگر همین ذوق بلند شنویدنی مردم اگر باشه ما با جان و دل باوری دارم که خدمت میکنیم، ایجادای خوب میکنیم. این برای ما افتخار است که وقتی که مردم یک معنی خوب میفهمد، درک میکنه، ای همون یک ریتمیکایی که برای ما تماما بیگونه است، یک موسیقی که برای ما تماما مخالفی همین رسم و رسومی مردمی موای ما خرسند میشیم که اگر مردم معنی فهم شوه. همین سرود به نهایت در فضای تاجیکستان از این تنین انداز است و هر یک شنونده، هر یک مردمی تاجیک همین سرود رو به نهایت خوب استقبال گرفتن و من فکر میکنم این موضوعی است که با دل مردمی تاجیک بیشتر روح پیدا میکند. مضمون، آهنگ، اجرایش به نهایت زیبا و هر یکی از این من فکر میکنم هم آهنگ زیبا باشد، اگر هم متن مضمونی بلند داشته باشد و در برابر این سیون عامل میشود این البته اجرایش این سرایدن، یعنی که هر سه این وقتی که در سطح کسبی پروفسیونالی پیدا میشود در واقع میشود سرود زیبا و موندگار که در دل هر یک نفر جا میگیرد، عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو، زندگی میگذرد ما همه میگذریم. در حقیقت دوست عزیزم این شب و روز همون دردی که مردم گرفتار بودن، یک دردی بدوایی که مردم نمیتونستن ای درد چه رهایی بیان، بله همین یک مرهم شد. خوشبختانه ای خوشحالی ما همون وای که از خداوند شکرگزار هستم که همین سرود به مانند یک مرهم به قلبی مردم دردمند شد. بله در واقع
و خود یوزی چونه شما قید کردید، من باز دوباره تکرار کردنی بودم که اگر ما گوییم که یک مرحله نو اومن در صنعت شما باز کرد، یک صحیفه نو رو که دوباره شهرت شما از نو احیا گردید، یعنی من باور گفتم چند سال اخیر همین گونه سرودی که تو این اندازه مقبول دل مردم بود نبودن، یعنی کم چند سال اخیر دورتر بودید، بود در همین گپ زنی برای چی؟ خدا را شکرانش که ما تانیستیم یک چیزی که پیدا شود که برای ما دوباره یک دری نو بکشاید، یک دنیای نو برای ما باز کنه. چند سال اخیر برای چی ما کمتر پسی پرده هم نبودیم راست گپ زنم، ایجاد میکردم، ایجاد میکردم، فقط ایجادی که همین در بغجامه، همین بگیم که هر یک هنرمند برای خودش یک بغجامه هنری داره در وای جو میکنه، همون سولو میگذره، شاید شنونده میکوبه میوامورا. ما هم ایجاد میکردیم، ایجاد میکردیم، لیکن وقتی که همین دو سال اخیره که ما یک چند مشکلی ها خطید چور شدیم، های وطن بیرون بودم، با همین هجران، دوری از وطن، از فرزند و زن و یار و برادر، دوری یک تکانی برای ما داد که ما باید یک علاج کنم، ای همین کریزیسی که ما بدم، ما باید میبر اومدم، ای همون یک حالت روحی رو هفتادگی داشتم. بعد ما یک دوستی بسیار خوب دارم، دوستی عاقل میکنم، هارون راعون، دایم وقتی که من یکم چی ایجاد کردنی میشم، درد ما با او کس گپ میزنم که من چی درد دارم، من چی میخواهم. وقتی که من واید همه نخل کردم که من خیلی مشکلی داد و چور شدگیم، حیاتی من همه خیلی یک سرسان و سرگردان یا داد و چور شدگی، من یک ملودی وای کردگی بودم، پیشنهادش کردم، گفتم همه ملودی خوب میشید که ما دا بیاگون چی بنویسی. بعد وای مرا گفت چی میخواهی هری آهنگ نه، وای مرا گفت که چی میخواهی. گفتم همه حالتی مرا میتونی روی ورق بیارید که من همین یک وقت لازم بودم، حاضر نالازمم. یک وقت من روی کار بودم، حاضر بیکارم. یک وقت من بسیار خوشحال بودم، حاضر من خوشحال نیستم. یعنی که من همون حالتی روح افتادگی من با وای فهموندم، همه همه مشکلی ها من باور کنی همه یک دو روز پس همه آدم همین شعر ما در نایستان روان کرد. گویو که همه شعر همه آدم برای همه موسیقی ما همه یک وای بده موفق. بعد من گرفتم اکاردیون قضیه همه را خواندم، اول همون کس در روان کردم، گفتم شما یه بار گوش کنه که همه یک جوش گفتم، لیکن خطا آمد، همون نبیرچه هم کمتر مرا چخیل شما دیده باشی اگر در همون سایت ها کم تر غمم داد. وقتی که من حوشم با وای که یک طرفش کنم، همینجا یک مصرع را من خطا کردم، بجای چشم و گوش است ولی همگی کور و کریم، ما همگی هم سفریم گفتیم. بعد وای که ایجاد کردگی شعر گفت که همش خوب و ایرادی ما همیه که همون وای گم نکنیم و همون وزن خفیه گم نشود. بعد ما گرفتیم ای رای سر بود، ارنجروف کردیم، مقصد بند و بستی خوبش کردیم، خیال میکنم که همین بو خوبتر شید. این مراتب اول چگونه قید کرد؟ در اکاردیون زنده است. ما برای چی کردیم؟ اکاردیون خاطر ما را آماده ساختیم به خاطر که ارنجروف چی در اون کنیم وای موسیقیش خوب کنه، تنظیم خوب کنه. لیکن کدام آدمی پدر رحمت گرفت در صفحه یوتیوب شموی وای پخش کرد، خیلی هم برای من خوب شید. شما خبر نداشتید؟ من خبر نداشتم، مرا دیگه آدمو گپ زدن که یه بچه گفتن در یوتیوب یک سرود بر اومده تام را دیدی؟ من فکر کردم کلیپی که یک سال پیش کرده بودیم. دنیا رام وای شموی مؤلف شعرش هارون راهونه. وقتی من میبینم همه وای اکاردیون خطی بر اومده، بعد جانم درمون کرده که بدم، تیز جانم زنگ زدم گفتم ای چیکاری کرده گید بود او آکا جون، من به نام خدای من نموندم، ایره کسی دیگه مونده. خلاصه ما دیگه نیفتیم، اما آدمی که کیره برور چون انا که همیشه سوده شما رو باید به خبر از خودتون پخش کنه یا خونه. بعد من گفتم که یا که بر اومده الکا یا ایلوش کردن کوری را ارنجروف کردن کوری، در می بین یک دو نفر گرفتن ایره خوندن، در کدام معرکه خوندن در یوتیوب میمونانش. بعد من بر اومدم در فیسبوک هم یک فریمو افیر کردم، مراجعت کردم گفتم برادر و عزیزی من آوازی ما خودم حواس دارم برای بدن موسی. بله شما کاری که نیفتم حواسی ما را در دلم نگیرین. خلاصه گپ که بعد هم خیلی یک چیزی خوب هم شید، ارنجروف کش کردیم، خلاصه بعد دیگر نیفتد که کی پخش کرد؟ نه دیگه من خفای وای نشدم.
یکی من فکر میکنم اگر نفری که همون در صفحه یوتیوب پخش کرد یکون کاری بدی هم نشود، برعکس شد. یعنی که وقتی که شما مراتب اول به طرز اکاردیون زیندن سرویدید، شاید همگان انتظار بودن که در شکل اصل پیدا میشود. لیکن قسم زیادی مردم حاضر می نویستن خوب رحمت میگم، می نویستن بعضیش گپی خوب میگم، میگم که همون نبرچتون قطعه مو اکاردیون بهترین استفاده باید شما نمیکردید تنظیم، همون خیلی هم خوب بود. بله بله. اکیر ما برای چی وای کردیم؟ ما برای چی را تنظیم خوب کردیم و مثال کلیپش کردیم که آجام بعضی از آوازخوانای امروزه ما یک عقیده دارن، یک عقیده یکی وای عقیده اونا شاید چخه بگم وای نه کهنه گفته میشه وای نه یکم عقیده یک روی نپسندی ایده. اگر همه ببینن که همو ایجادکار همی را کلیپ نکنه آه میگن نیز نشید ایگه جوی دزدید. ما به همه خاطر خواستم که را کلیپ کنم و همی را گویا که یک مهر بزنم که همه مالی ایجادی مای. شما در آغاز قید کردید که به همون دوستتون گفتین که همین من میدونی که من در کدام حالت هستم، حالت دلی من را تصویر کن. حالت دلی شما را تصویر کرده؟ بله، هم زندگی که من... یعنی در حالت بود که بسیار از زندگی خسته شدید. نه، من میدونی چی بود، برای همی شما اینا فکر کنه در خاندانتون عین زمان هیچ وقت یکم ناخوشی نشوه، یکم لحظه نشوه که شما با هم راحت باشین. عین زمان میری در خانتون هم یک پیاله چای، یک نان در نزد زن و فرزند چه خوشبخت. بله بله بله. همه خوشبخت بودم. همه خوشبخت بودم در اطراف اویله. لیکن دو سال سرسون و سرگردان به خاطر فرزندم ما ایوتن به وطن شدم. برای چی؟ به خاطر که در کتف ما فرزندم راست ایستادم. من نخواستم که وای روح افتادگیش احساس کنه. بله بله. اینجا روح افتاده اساس فرزندی من بود. فرزندی کلونی ما، بزرگی ما، دختر ما. من رفتم همین دو سال ای بحر گویا همه چیم گذشتم و در بر همین دختر ایستادم. بعد خلاصه دیدیم که نمیشه، با ما یه حالتی در دچار شدم که کمتر دستم اوسه برداشت. در یک جا کار میکردم، یک کمپانی در ای همونجا من زخم برداشتم. دیگه همین زخمی من ساز نشید. در مسکو اگر شما یکون وقت رفتگی باشیم با دو هوای اونجا چی خیلی هسته که همین یاره مایده هم که باشه رو میزنده وای بزدودی ساز نمیشه. همین خیلی یک طبیعتی داره که یا ما در اونجا مطابق نیستیم یا همو طبیعت خودش همین خیلی یا یاره اندک هم باشد وای محکم نمیشه. ناچار شدیم بعد خیسیم اومدیم و دیگه کارمون هم خیمه اندازی که کارمون هم کارمون دیگه هی. لیکن اومدم بعد فرزند ما گفتم که اگر همی کاروی ما همجا در خوب برو نقص پیش برو رنگ اولا با اومدیم دوباره برمیگردیم. گفتم من دیگه نمیرم، گفتم من خفای همون کارو نمیشم، بگذار همون کارو لازم هم نباشه برای مورا و این کارو برای شما هم نیست، برای من هم نیست. این کارو بگذار همی تنجی باشه، امانی باشه، آیله هاشون امن باشه. خدا رو شکر دخترچه هم حاضر خوشبخت خرسند، فرزندکاش قطعی همش تنج. من هم امید دارم که دیمورا نرم و خفای همه خیلی کارو نشه، اما فقط ایجاد کنم در خدمت خلق و وطن بهترین بهترین. و برای یک نفری که اینقدر شهرتی به اندازه دارد، من فکر میکنم از میان دوستان و نزدیکان مهمتر از همه از میان مخلصان دور بودن این بینید دردی سخت است. البته وقتی مرا مادرم وقتش بود میگفت که بچه می آزی تو فرزندار شو، ولی تو کلان شو، زن بگی فرزندار شو. ما به خاطر چی مادرمون کم کم وای میکردیم، میگفتیم که مادر چی در کار زیقی کردن، فرزندی کلانی شون گذشته شده بود با یک پسر دیگه شون گذشته شده بود. هر باری که میفتیم که آخه چی در کره، خب با امیدی آینده کدن در کره، این فرزندو را فکر کردن در کره، بعد گیریه میکرد میگفت که جای هر فرزند به خودش جا داره. میگفت در حالی چیزا را میگه درک نمیکنی، لیکن من در همین دو سال درک کردم. باور کنید شما، برای هم دیگه آرزو ندارم که خداوند یکم پدر و مادر ناراحتی فرزند شو ببینید و از فرزند دور باشد. از فرزند دور بهترین بهترین. ما بسیار غم انگیز آغاز کردیم از خاطره هایی که و ما تمنای اون رو میکنیم که بگذار هیچ گاه دیگر از فرزندتون دور نشوید و نمی گونه که صنعت اصیل دارید که میتونید امروز که تمام مردم توجه اطرافی سردای شما حرف میزنن، بگذار همیشه برای مخلصان خود سردای تر و تازه ایجاد کنید. و قید کردن لازم است که با صحبت ما همراه شدن سراینده محبوب فیض علی فاضل. خوش اومدید برنامه. سلام یک سلام خودرو میتونه به شنوندگان رادیوی همصدا رسانیده باشید. همیشه با رادیوی همصدا باشید.
بهترین بهترین. خوش اومدید، میگم شما رو بری دیگه. تشکر زیاد. امید برای من که با پیوست شوی شما بازم برنامه جالب تر میگذارد. خب مو از صحبت دور نمیشه. دوستان عزیز، اون نفرانی که خودی حاضر به موج 94.4 اف ام با رادیو هم صدا پیوست شدن، امکان دارن که سوال های خود رو طریق رقم های 35 30 944 میتونن روان کنن و اینجا سراینده محبوبی ما سراج الدین فاضلوف همچنین برادریان فیض علی فاضل میتونن به هر یک درخواست و پیشنهاد و سوال های شما جواب گردن. همین طورم چون من باوری گفتم میتونم که خودی حاضر که شما در برنامه ما هستید، بسیاری ها سرو درخواست میکنن از سالهای پیش. من میخوام از موضوع دور نرویم، اطراف سرود هر صدای است که بی نهایت خودی حاضر در تاجیکستان عظیم و مشهور است، همه در برای همین حرف میزنن. متن زیبا، آهنگ زیبا، اجرایش خوب در یک جایگی توانست که یک سرود زیبا و جذاب و دلنشین رو برای مردم تاجیک پیشنهاد نمایید. حتما اینجا همراه اکاردیون اومده اید. من بسیار میخوام که از همین لحظه زیبا رو از فرصت رو از دست ندادم، همین سرود رو به طور زنده برای مردم عزیز پیشکش کنیم. من فکر میکنم همگان خودی حاضر بی نهایت خوشحال میگردن، هرچند این سرود رو هم در شکلی اولین مرتبه در شکل زنده پیشنهاد کردید و بعدا در شکل اصل و خودی حاضر توسط رادیو همصدا بار دیگر این سرود زنده پیشنهاد میگردد. مرحمت. عاقبت خاک شود حسن و جمالی من و تو، خوب و بد می گذرد وای به حالی من و تو. زندگی می گذرد، ما همه می گذریم، لحظه ها می میرند، ما فقط می نگریم. بین کشتی زمان همگی هم سفریم، چقدر بی خبریم، چقدر بی خبریم. هم دلی نیست دیگر، هم زبانی شده گم، مهربانی شده گم، مهربانی شده گم. غیبت و کین رواست، قدردانی شده گم، مهربانی شده گم، مهربانی شده گم. چشم و گوش است ولی همگی کور و کریم، چقدر بی خبریم، چقدر بی خبریم. زندگی می گذرد، ما همه می گذریم، لحظه ها می میرند، ما فقط می نگریم. قدری هم دیگر گر بدانیم همه، خوش بخوانیم همه، خوش بخوانیم همه. نام نیکی از خود گر بمانیم همه، جاودانیم همه، جاودانیم همه. چشم و گوش است ولی همگی کور و کریم، چقدر بی خبریم، چقدر بی خبریم. مرگ باز است و عقاب همگی مشت پریم، چقدر بی خبریم، چقدر بی خبریم. زندگی می گذرد، ما همه می گذریم، لحظه ها می میرند، ما فقط می نگریم. بین کشتی زمان همگی هم سفریم، چقدر بی خبریم، چقدر بی خبریم. بهترین بهترین. با یک بار دیگه خطا کردم، با یک بار دیگه خطا کردم، لگی اصلاحش کردم. اصلاحش کردم. بهترین بهترین. آوازتان خسته نگردد. بینید سرود دلنشین و همین است که واقعا با دل هر یک نفر مردم تاجیک جا گرفت. تمنای اون رو میکنیم که یعنی همه سرودهای شما مثل همین سرود دلنواز و دلچسب و زیبا باشد و همگی با دل شنونده و بیننده های شما راه یابد و مهمتر از همه با گذشت 20 سال 30 سال 40 سال ها هیچگاه
از دل یا از یاد مردم نرود و ماندگار و جاودانه باشد. بهترین. اکنون من میخوام کمی یاد کنیم از دوره های پیش. من نمیدونم چند ساله بودم، 6 ساله بودم و یا 7 ساله بودم و یک معرکه بود. اما زمان ها نه هر نفر سراج الدین فاضل رو میتوانست که به معرکه خود دعوت کند. با قول یکی از همون زمان دارنده ها، من کودک بودم در ناحیه یوان، یک نفر سراج الدین فاضل رو با توی پسرش، خط نسول پسرش دعوت کرد، هیچ فراموش کرده نمیتوانم. واسه اگر در دیاو توی شد، با فکر من خود یوزی ما شاهد هستیم که مثلا صحنه میشود یک قبد تماشا بینن میان تماشا میکنن. همون سوها من با باوری گفتم میتونم که یا 6 قبد ایسانی یا 7 قبد. ما همی قدر کوشش کردیم که سراج الدین فاضل رو یک مراتبه بینیم، هیچ فرصت به ما دست نداد. آن زمان همون سرودی ما که در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدایی نکردی، این قدر مشهور گردیده بود که همگان، من فکر میکنم اونجا یکان نفر همه میخواست که سراج الدین فاضل رو بیند. از همون سال ها، از همون خاطره ها یاد میکنی دوزیرم؟ البته چی بنی؟ یک دوست داشتم و در دانشکده هنرهای زیبا میخوندیم، دلاور زهوریان، بهترین شخصیت بود، هنرمند واقعا ناتکرار. بله بله. وای با ایجادیات خودش تمام هنرمندایی که امروز در می روی صحنه هستن، هنرمندایی که همون سالای 91 ای 91 96 تا سالای همین 2000 خیال میکنم 7 8 همه دلاور زهوریان با بسیاری از خواننده ها همکاری داشت. آهنگای همین اونها رو مشهور کرد. بله، بعضن حافظایی بودن که برای اونها یک آلبوم تیار کرد. چند نفر را داد. لیکن خوشبختانه ببینید که ما از همون دوست بودیم، برادر بودیم، بسیار یک جای در محفل ها و میخوردیم میشتیم، ما صمیمی دوست بودیم. بعد گفت که همه قوادم در من سرود میکنم، تیه بول مرا نمیگی من در سرود بکن. ما در وحده در یک تویم، یک توی یک برادر گذراندگی ما همونجا مهمون شدیم در خون. بعدی توی چه مردم یک وای دوشه یک محبت خاص دوست نیم. اون زمان تماما نسبت هنرمندو در واقع. هم توی مگذراندیم بعدی مرکه حرکت میکردن که برای ما با یک دسترخوان بارایانا ما را وای کنم، مهمون داری کنم. بعد ما همه خونه همون برادر رو مدیم شیشتیم. بعد گفت که اخی ما ده سرود برای تره کردگیم مخصوص. همین سرود را ما چه تیده پیشنیاد کنم تا گوشنی همین را پیشنیاد کنم هر کار. خب ما در حال همونجا تشکیل کردیم یک اکاردیون رو بردم. وی هم اکاردیون را به حد خوب می نواخت. رومشگر خوب بود. عموما همه این موسیقی را می نواخت وی از پابارا. لیکن با اکاردیون با طور خودش خاص خوبتر می نواخت. یک لحجه خودش خطیده. بعد همین سرودی گوشه با ما برای من نواخت. اکلان سو تقریبا. سالی 2000 یا 2000 یا 2001 بود. خطا نکنم اگر. ما 7 ساله بودیم. همین را با یک اکاردیون نواخت. باور کنم از این سخناش نشنیده گفتم. گفت که نمی برای خطایی. چندین نفر را خواستن این سرود را بخونن. همون زمان. یکی ای گفت که نه. من خودم پیشنیاد کرد اگه می دوستم ده باید همی بخونشم. وای ما در بسیار یک هوادارم بود نسبتی من. مخلص شده. سرودی دلم را دیده عاشق کرد، عاشق خوانده بودم. می گفت که من ایخلی آهنگ ایخلی سخنا را گفت به حد احترام میکنم، یکی از بهترین های همین سرود بسیار دوست می داشت. بس سرودی هرگیز نفس شاد ندیدم. گفت بخاطر همین سرودات، بخاطر همین خواندن و آهنگات، گفت همین دو سرود ما برای تو کردگیم، همین دو سرود تو باید بخونی. یکیش گوشه بام، دیگرش عشقم امیدم حیاتم. این هم مالی دلاور زهوریان های بهترین. هر دیمی رو برای ما پیشنیاد کرد، خلاص من معقول کردم. بعد همین سرود خیلی ارانویش تنظیم شد، سر کردیم، آغاز کردیم. فرهاد زکیرف هر دو سرود هم همون کرده یه ارانجی رفت کشه و یاش تمام شد، همون بند و بستی موسیقی ها تمام شد. ما باید رو در ستودیه رو هم ثبت کنیم. اون وقت جمشید نظاموف در ستودیه صدر، شما که نمیدونیم وقتا مایده بودید؟ مایده بودید. در ستودیه صدر کار میکردم، بسیار یک ستودیه خوب بود. بعد ما رفتیم همونجا در همه سرود را اول یک بار ثبت کردیم. ثبت کردیم، نمیدونم گجایش برای ما معقول نامد، چخلیگی همی دل در ندر اومد همی سرود. با همی خواستی دل، نه بخواستی دلی باشید. بزرگ کشمون سازگار نشد. نه بخواستی دلی معلیف. گفت که این نشید، دیگه جو میریم. بعد اومدیم خانه رادیو.
خونه رادیو اومدیم ولودی شلیکوف باید بدونه اینا. بله بله. ما شادروان شد. اومدیم در نزد یه آدم ما هم سرودی گوشه با ما ثبت کردیم. خوند سرود خوندیم تمام کردیم. همین لحظه یک سورپرایز شد که من اون را انتظارش نداشتم. منیجمونو دارم میکشویم خیر میدرویم مو دیر بوزم میخواستیم که قطعی هم دختر یک تا دویت سرود بخونیم دویت کنیم دا. برای که بیاد یک چهره خوبی صحنوی داشت بعد معنویاتش بلان بعد خشم دختری بهترین بود همه اومد و هم همه خواهشش برای خوندن همی قطعی ما سرود خوندن دا همراهی ما مخصوص همین سرود رو معلومات داشت در بروشن؟ نه نه ما فقط کدام سرود باشه برای قطعیش بخونن که من ارزو داشتم که یک بارم قطعیت دویت بخونم که همونجا خودش تغوری خداوند تغوریش کردگی بعد همین ولادی شنیده میگه پاون گفت که بیا گفت وای میکنیم آوازش هم میسنجیم گفت که تمبرو که تغوری میگیرن نمیگیرن خشم همین سرود ایتنال نستی سی بی مول کردگی بود آوازی همین مردانای غاوس قدیم همی خوندم آوازی بایدم درست میگیریم بعد همون یک چار مصره یکی چیکنم چیکنم دلی حیرانه ببین در آوازی وای همه خیلی موفق غلطید که ما این را همه خیلی برای تمبر سنجیدن کردیم شید همه خیلی دویت و بعد این با یک سرود دیگه سیو چشمه کردیم خلاص هر دمی سرودایی که دلاور زهریان برای ما پیشنهاد کرد دویت به شکلی دویت هر دشم محبوبیت خوب پیدا کرد بعد سرودی مادرم مالکی های دلاور زهریان سیو چشمک مادر ای گوشه بوم بهترین بهترین و اطرافی چون که من قید کردم اطراف شهرت و محبت همون زمان باور که اون شهرتی که شما داشتید این به هر نفر نصیب نمیگردد به هر نفر میسر هم نمیشود همگی میومدن برای تماشای سیروزین فوزیل و همون زمان یک سبکی عجیب داشتید شلپه میموندید برای چی زنده میمونید هر یک خونه شاید من فکر کنم اگر خطا نکنم مخلص با همون شلپه ای که داشتید شما رو خوبتر قبول میکردن هر جایی که شلپه میمودی این بسیار مشکل است مثلا تمامی روی دنیا برند سازی میکنن مثلا برند مثلا که از روی همین ما را شناسن احترام کنن یعنی اگر همون سالو همون زمانو اگر یکون شلپه من میگفتن که خدا تاثیرجین فوزیلوف کردی بله. این کار شوخی نیست در حقیقت این ایمیج بود ایمیج سازی مثلا در دیگر تمامی روی دنیا ایدوراهایی است که برای ایمیج ساختن کوشش میکنن میلیون ها صرف میکنن که یک چیزا یک کارخانه و یا یک نفره ایمیج سازن اما ایمیج شما بسیار آسان و دست آمد هر نفری که شلپه میگفتن خدا تاثیرجین فوزیلوف کردی انا این برای چی حاضر نیست همون شب روزی که همین ایمیج برای ما پیدا شد از کجا سرچشمه گرفتن ما در تلویزیون یکم تلویزیون مرکزی بگیم شبکه اول عبیدالله رجبوف همون سال با رستم شازیموف اینا خواستن که یک کارنوال سالی نوی کنن در حقیقت همون سال اولین بار بود کارنوال کارنوال خوب هم شید قسم زیادی هنرمندا ای همونجا محبوبیت پیدا کردن چون که عبیدالله رجبوف خودش یک نگاهی بی مثل داشتنده و خواهد رژیسور که بودن نگاهی تازه بود بعد وقتی سرودی مرا گوش کردن و یا محکول کردن همی سروده گفت که سیراج دین من میخوام که تو یک ایمیج داشته باشی این روز گفت کارنوال های یکان بار گفت شبکه های رسیه را تماشا کردگی گفتم ها گفت که ما کارنوال میکنیم گفتم شید شما دا ایمیج هر کنم من رفتم ما باید تو با ایمیج سازی ما پیوده پیوده ایمی شبکه اول اومدیم زیلونی بزرگ بود وقت همه زیلونی بزرگ پیشوشم مگزین های وای داشت جای لیبوسا داشت تو چند سال اخیره بود؟ همه لیبوسا هم خیلی بزید همه چی بوده همونجا بعد یک هم خشلاقی ما در همونجا منوالیوتا کار میکرد ما هم درام بودم همون مگزین ها رو نگاه دارم که وای اومد پیشم نزیم اومد گفت که سروزین چی خیلی سوزی در اینجا چی میکوی؟ گفتم جورا ما همه شبکه اول دفتم کارنوال های یک چیزی خندوار در کره گفتم ما ما همیرا کوفتیس هم نمیوم بگو ویجا بیویم مگزین شناس های پیشم بریم یک یکون چی میویم اخوی ما رفتیم آیا همونجا یک پالتو یفتیم پالتو تو زمین در روز پالتو خیلی میشه پالتو ما در مخول شد با یک چیزی دیگه هم کدن در کره نگو میکنیم شلیپ با ما همه شلیپ همون دوم پالتو رو پشتیم آیا همینجا تو تلویزیون یکم همه خیلی رفتم همین مردم میبینن میخندن در اخت و یک خنده آور بوده همین رفتیم درم بدیم شبکه دا کی همین رحمتی
همون روز پشت شبکه اومدی؟ همه جا پشتم رفتم. رفتم وای کرد. اولو رجب شادروان دیدن خاندیدن خاندیدن گفت که بهترین بهترین فقط پالتو کمتر درازتر بدهید تا استینوش هم دراز بخواید. گفتم خشم گفته که خنداوار باشه. گفت که نه مالی اگه خیلی خنداواری بدش نکن. پالتو رو گفت می بروریم و همو کستومی کجنی تا می پوشی گفته همی شلیپه در سرت میمونی. انا من کاستم کوچ نیم با ایمیج و با مشهور شده بود ولی بله بله منیجر کو منیجر رو بگو بیای همه منیجر رو موجود طلب کردیم که به یک جای برآمد کنیم همه دلوار ما دا آهنگ ساختای روزیگی شد دادای مو یک جای خوندیم همه منیجر رو رد کرد که منیجر باید نباشه برای چه کن اخی ایش من نمیدونم برای چی بود خیلی گفتیم تمومی افترای ای برای چی نباشه خیلی که ایش بعضی سخنوی هست که مو رو باید عموما نگوییم نگوییم ابات در اوزش بود است بود کو چیکو کردیم میدان اثر سب بعد در جوش ملکه سعیدو اگر شما همو سولور یکی ورق زده ببینین ملکه سعیدو فونوگرام است اوزی منیجر افت فونوگرام ده ایستادم خلاصه همو شب و روز همی سرود به حد سرود خوب شد شادروان قربان علی عبدالله فهم یک باید بهترین خورد باید کی وای من خورد بودم سیم فیچار یا پنج بودم و همین سرود خوانده بود کجا میره شیتابان همین سرود چند بسیار یک معروف بود شادروان بهرام غفوری عزیزم از من مرا صدردین چیل چیل صدای بارون خلاصی گپ که همون سو همه سرودای مشهور همه سرودای مشهور ذکر الله حکیموف هیلالا لالا خلاصه که همه یک کرنوالی به تمام سنت چقیلی که همین ویلو رجب نیت داشتن و آرزو داشتن خیال کردم که به همون آرزوشون رسیدن همونو از همونجا پیدا شد ایمیج همونجا پیدا شد با چند سال دیگه همین شلیب در سری ما انا همون چخش شد که بعد دیگه نگرفتید انا یک وقت دیدم که جورا نگرفتید اوما نگرفتید مثلا یک وقت دیدم که دیگه حافظرم در سر شلیب کرد اکتیورم در سر شلیب کرد ما گفتم ایمیج مرا علاکه دز دیدم این خیلی ایمیج به هر کس دست نمیدید که کدوم نفری که شلیب همونه میگن این سیروژین فوزیل کردی خودتا میسو برای چی بعد دیگر نگرفتید بو تفسیر بعد خواستم ایمیج ما بو علیش کنم بعد سرما تروشید گفتم انا کسی گرده دارم مرامت انا ایمیج بکنم بهتر میتونی کلا هست هر کس کدا میتونه او خیلی وزی چه اینا میوزی شما می سر دارین شما میتونی هم سرتون این وزی بخزی بتروشی من میتونم من صد بار میتروشمش خلاصه از همون زمان کوشش میکرد که سروده شما رو ایمیج شما رو گیرن از شما دجه حتی بخشش کم کم زبونی نمی عادت کرده که مردمی مو نه از راستی اومدید کو ای اون اس میگریم مو کم کم یا مردم و یک وقت یک بچه گفت که ما راستی رفتم روسی را نمیدونم هیچ خیلی میشه باشه با یک رفیق مون هم هم خدای همون بسیار بچه شوخ طبیعت با گفت که چی تو نمیدونی گفت که اخر نمیدونم بگم کلمه ما اونجا میرم چی گفت همه اونا سن نمیدونی تو همه اونا اس بگو وای خوشم داشت گفتن میگیرن بهتری بهتری بعد چگونه شد که یعنی تنمی تفسیه که بو همین ایمیج کار کردن گرید چه پیدا شد کی تفسیه داد که ویدو رجا بودن که دیگر همین خیلی بیستیم مثلا شما شلپ را همگی برای یک کارنوال برای یک کنسرت گرفته بودید یا انتخاب کردیدن یا همون کستیمی بووی کجا بعد همین ایمیج خودم در محقول شد آخی قسم زیادی آدم اون مرا وقتی که کنسرت وارد میکردن حتما قید میکردن همون کستم همون شلپ باید باشه ما همه دیگه گجوی که میرفتیم وای برای ما یک وای شید با رفیقای ما برادرای ما صدرالدین نجمی الدین بسیار وقت ما رو میگفت که ها رئیس کلخوز بیا رئیس کلخوز ما رئیس کلخوز بود وایم کلیشه هم بود همون وقت که ما رو هم خیلی میگوه روی شلیب با شلیب ما گرفتم مایسترم الان شلیب کدوم سال گرفته بودی؟ شلیب تو سالی همو آخران کنسرت شبی شبی تنهایی کردم کنسرت سالی 2003 اکو برای چی گرفتید؟ بود حتی همونجا در رستم شازیموف یک کاری خوبم کرد یک گلوبوس کرد در صحنه و در تورش یک شلیه پیکالون ساخت ایمیجه استفاده بود ایمیجه استفاده بود اما گویا که جنبست ایمیجی ما هموشید و وقتی که ما دیدم که دیگه در سر همه سراینده ها شلیه و بگذاری این ایمیجی شماست برحال اگر کسی ماند برعکس از شما طرف داره میکنن که مراتبه اول این کارو شما کردید اومن با خودت چخی جزا دادی که از ایمیج گذاری مرم یا آدمی همه چخی گوم همه پرینسپیال نیاده یک رو یک رو همین باید
ما یک کاری کنم که این فقط برای خواستی ما باشه. برای همه ایمیجی نو انتخاب کرده. ایمیجی نو کرده. ولی همه ایمیجی نو من دزیدیان نمیدونم که دارش که کنم در کاره. حوزی با کفته سمیگم ایمیجی نوی دیگه با. بیاد زیاد شدی ایمیجی ما ایشان معروف شد. لیکن به هر کس دست نمیدهد این ایمیجی نو. ما برای چی ایمیج گفتم؟ اگر ما مقایسه کنیم در تمام روی دنیا مخصوصا نفرای دورهای فعالیت میکنند که با ایمیج سازی مشغول هستند. من خود یوسف به نزدیکی درباره چارلی چاپلین یک برنامه کردم، همین ایمیج ساخته همونم همین چونه که شما میگید که همین گونه پیدا میشود. یعنی چارلی چاپلین مردم فکر میکنند که مثلا یک مسخره باز است، این خیلی نیست و دانشمند بزرگ است. درباره همین ایمیج دربارش معلومات پیدا کردم. وقتی که در فیلم ها دعوت میکردین اینا به خاطری که قدی پس یا که سیموش ظاهران جوانی بعد میتاب نمیگرفتیان. بعد میگم من خودم به خواستی آمدم که من باید یک ایمیج سازم که از این سال خودم کلان خودم رو ونمود کنم. بعد میگم گریمیور در آمدم و مویلبی کلتا و شیمی کلان و شلپای کتاه انا بعد پای افزال یک چند اندازه از خودش کلان باید من فکر کردم در اول فکر کردم که برای مردم تنها یک خندوار مینماید، لیکن وقتی که من صحنه بر اومدم همین ایمیج و همین کاستوم کلون برای من آبراز آفرید. این یعنی همگی یک کاری من بویس کرد که من بیش از 60 سال به همین ایمیج تا اخیره استوار مانم. شما میدونین که در فرقیت ایجاد کاری خارج سطحی بلند خارجی بین المللی نسبت ما در چیه؟ مردم ما این همی روز ازگر روزی چی حافظه باشه چی حافظ باشه، همین روز ما یک استیل خطی برآمد کردم، یک ایمیج خطی برآمد کردم، مردم قبول کرد اوه همه کار کردن دارن درست. این فکر نیست که اوه خای این کس شلیاب مون بیوم با یه چیز دیگه فکر کنم در واقع اما ببینید که مردم اینم چارلی چاپلین فرماش همون کس دیگه نکرد 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 برای که وای خاصی همو بود درست درست. رقابت ایجادی ما در قریب که نیست، رقابت سالم نیست، رقابت سالم ایجادی باید باشه. وقتی من یک سرود کردم مردم در محکول شد، به درد مردم برخورد کرد، همه چی یعنی که همه مرهم شد. تو جستجو کن شاعر برو به دورخوی بکش خونش برو خدمت شکن. او دوره پیش شاعر میرفتن به خاطر که شاگرد یک آدم اولیا شون، یک دانشمند شون، یک چایوا یاد بگیرن، ماها سالا در خانه وای کارایی را میکردن که بله بله. در کار میشید باغبونی میکردن، در کار میشید حوالی روبی میکردن، در کار میشید یک دستی همو مهمونو همو را آو میگریف. بخاطر چی؟ بخاطر که همو استاد برای همی یک درسی که همی در ضرور های همو را باید بگذاره. اما در خیلی نیست شاعر بیچاره دمدمی حافظ میده با هم شعر همه نویسه با یک سالگه با میده که چی شیده شعری ما با میخونی اون نه میخونی اون میخونی ما علی اند مده در کل یگوم سمو هم شعر میخونی تی اون میخونی عقل نخون با دیگر نفر پیش تو کنم. انا می رقابت سالم ایجادی مو قریب کی نداریم. حوز رقابت مو در چی ای؟ یک از یک سرود ترکی را آهنگ ترکی را میگیره، یک شعر زکس میکنه در یک شاعری نو قلم کی و رم مو سی کلمه 40 کلمه میدونم و را جنگ میندازه در دوره موسیقی تغوری میکنه بو اشمرا میگیره یک موسیقی دیگه. حوز قریب کی مو نداریم، همین ایجادی نو نیست. درست. مردم برای همون مونده شید. بعضانش میگه که اخه همین تاجیکیشه گوش کردن بیام ما اریگینالشه گوش کنم، یا عربیشه یا ترکیشه یا روسیشه. اخه مایلش بگیرن کار کنن، یک هم الهام یک سرچشمه در کره برای ما. چی شاعر چی آهنگساز چی خواننده، مثال خواننده نگاه میکنه آوازکشی های یکی های آدمای معروف درست درست فارس زبانای و مثلا خارجی چی که نباشه یک جای امور میگیره استفاده میکنه، یک فرشلیگی امور یا یک اوزکشی امور یا چیش میگیره، لیکن با هم میوره گرفته خوندن ای ایروی یکم ادب هم نیست، ایروی وجدان یا هنری هم نیست و در نتیجه نمیتواند که موفق شود. اگر ما یک مقایسه کنیم یا بیا داریم یا مشاهده کنیم هر یک سروده که محبوب است و موندگار است و جاویدانه است، اگر ما سرمنده اصیل هم بیا داریم همون سروده هستند که زحمت کشیدن در بالای سرود. پیش هنرمندایی که ما داشتیم چقدر هنرمندایی به خواهد بدن اینا ببینه که مکتب آدین هاشم تا امروز دوام داده است، در واقع مکتب عبدالله نظری تا امروز دوام داده است، مکتب دولت خلف استاد امروز دوام داده است، مکتب اینا ببینه شما قربان علی عبداللهیف، سنگلی میرزایف اینا در ساحه همین بزم، خیال میکنم که چنین سنگلی میرزایف همین بزمی تاجیکی هم تویانه دا چنی وای
هزار که میکنن سنگلی سنگلیه افضلشو شدیف یکی از خواننده های با قوت های عثمان علی رحمتف بو مکتبی خدشه داره همین صاحب مکتب در ما کمتر های درست درست باور کنی شما جرابیگ نظری را بینه که چند تا شاگرد داشت تا پیریشونه شاگرده با همراهش بودن خداوند با همینو را هر سشونه گرفت در یک سال برد جرابیگ نظری جمشید اسماعیلوف قربان علی رحمانوف همینو هم مکتب بودن همینو استادشون جرابیگ نظری بود من خوردم که بدم همین مکتب رو میدونستم که همینو ایمو مکتب نشعه گرفتگیم بهترین خلاصا از اینجا بخواستم آمدن ممکن است که هر نفری که میخواد سردش محبوب باشد موندگار باشد جاویدانه باشد صد سالها در یاد مردم موند و مردم از آن خوب استقبال کنند در بلای سرود کم ترک محنت کنند محنت کردن در کار مکتب کشودن در کار یک راه بله. مکتب هم نکشوی ما راه درسته. یک آدم شوخی کرد در یک معرکه همین به نزدیکی بود بعد گفت که بچه یوش لیکی فهمشش مده بسیاری بد محقول شد هستن در بین جوانو ما فکر میکردم که جوانوی امروز همش فقط در همین ریپ و در همین سرودهای پاپسوهای وزیره داده شدیگن که نه ما خطا کردم بعد یک بچه که همین جوان اومد در نظیمه ششت بسیار اومد همین اداری کرد گفت که اکا همین سرودتون بسیار اومد محقول شید شما گفت که مثل یادین هاشی مکتب ندارین شاه ستون نیستی گفت مکتب دارین و شاه ستون نیستی شما بعد روز گفت گفت که مثل ادینه هاشم شما شاه ستون نیستین مثل عبدالله نظری شاه ستون نیستین مثل مثال دولت خال جورا بیگ مرادوف اینا شاه ستونای موسیقی تاجیکن با ما شوخی کردم گفتم که من نه که سوای زده سما کند وای تروشیده سم ستون خدا خواهد گفتم میشه و یک وقت یک وقت ما هم ارزو داریم که با مرتبه همین استادا برسیم یک روز بله بله تمنا میکنیم که همین گونه باشد خدا خواهد ما اطراف یک سرود حرف زدیم که پیش از اون که با صحبت ما همراه شدن فیض علی فضیلوف من اطراف یک سرود حرف زدیم که شهرتی به نهایت زیاد دارد ما که در گوشه بام تو بودم مرا دیدی و صدایی نکردی با همون زمانو در یاد دارتان باشد همین متن ها رو شوخیمیز دیگر طرز کرده بودند ما که در گوشه با می تو بودم خوشم میآید نه باز دیگر هر گونه شوخی ها میکردم به مت نگرفته دیگه خیلی میکردم ما که در گوشه با می تو خوشم میآید من خیلی یک پای فراد داره را خوش کرده بله بله یعنی خب به هر طور که باشه این سرود هم باور نه این از محبوبیتش درق میدهد تمون سالها ما فکر میکنم نه من برای شما تشکر میگم با اون خاطره که واقعا نسل ما با گوش کردن سردوی شما کلان شدیم و رحمت میگیم با شما که برای زیبا و رنگین گردوندن حیات ما جوانان همین سین سالی ما سی ساله ها مثلا آن سردوی که شما پیشنهاد میکردید هر یکی ما با ذوق با مهر با یک شوق بی اندازه گوش میکردیم کلیپاش رو تماشا میکردیم من فکر کنم این بر هنرمند دست نمیدهد از همون شهرتی که سالهای پیش بود باور کن پیش از اون که با شما صحبت میکردم و یعنی پیش از اون که شما با برنامه میومد یک فکر کردم از همون دوره ها گفتم چقدر برای یک مرکه اومدن یکمش که سیروجین فوزی رو هر کس دعوت کرده نمیتونست و دویومش که حتی در همون مرکه دیده نمیتونستی از زیاد آدم زیاد بودن خدا کند که بو از این پسم جوانوی امروزه نه من تمنای اون رو دارم که همون شهرتی که بود بگذار باز بعد یعنی سر بود دوباره همون شهرت شما برقرار گردد نه من برای شهرت خودم یگم چخه گم نگرانی ندارم شهرت از جانب خداوند است ما ایجادکارا چیکار میکنیم با دل صاف با نیت بلی بلی. نیک بلی. برای مردم برای بلی. روحی بالیده مردم ما ایجاد میکنیم لیکن شهرت پیدا کردن و محبوب شدن در دل خلق این همش رحمت خداوند در واقع در واقع لیکن من برای دیگه چی میگم ده این سخنا را که بگذار از این پس با همین جوانایی که امروز بسیار موسیقی شکسته را گوش میکنن موسیقی که تماما در یکم نه مزه داره نه در یک جمع عاشقی ده بدیم راست شگب زنم یک موسیقی را ما گوش کردم همی خرمتا و مرمتا را باید چی ده بدهی اوی من گفتم دیگه ما چی گب زنیم نخو خرمتا مرمتا این را به طور مزحکه می گفتن لیکن من قایل شدم که این مردم با بلند موندین در مون آشخانه خمه هم در مونجا اشتگی گوش کردیست نشو که من بخیزم خطیبه جیان کنم این چیه ای بله بله نخو در آشخانه مردم می داره آشخانه ملی در میشینه به جایی که سرود استاد ظفرنازیم صدا بتیه غزلای آدینه حاشیم صدا بتیه
سرودای کویستانی عبدالله نظری و کشری جورایف صدا بتیا نخو خرم تمرم تا ما هم خواهش داشتم که همه روبری همجا دکر دیگر نگفتم آش خوردیم دیگر روم نشید و یا تنقید کنم انا که ای دور اومدم تنقید میکنم که ما خواهش دارم که در همه آشخانه اگر علاج باشه فقط سرودای قاری تقای مراد خوشوقت ما که قاری اوانی خطیبه معروف بود بله بله این هم خطا نیست های مردم قسم زیادش قاری اوانی میگفتن بله 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 درست درست تقای مراد خوشوقت قاری هم یک عنوان های بگیم ده برای مردم بگذار که سرودای تقای مراد خوشوقت استاد ظفر نازیمون سرودای اصیل آدینه هاش او نه همین آش خودش همین را طلب میکن طلب میکن درست درست خیلی مالی شاشلیک باشه اگر طبقه باشه با مورا مونه کم کم یا بیفش تکس باشه دیگه سرود را مونید بهترین بهترین ما از همین سرود دور نمی رویم بسیار خنده کردیم از همین سرود زنده میخوام باز پیشنهاد که بعد با صحبت ما همرو شود فیض علی فوزیلو ما یک و یک بار 40 دقیقه میشه صحبت کرده استودیم بهتری میشه این صحبت شیرین رود دیگه نمیفهمم که چقدر وقت گذشت عجیب عجیب بهتری مرما باز اون شنوندگان رادیو همصدا بعد از چند سال باز بر میگردن با او 20 25 سال 30 سال پیش این قریب 30 سال میشود 25 30 سال میشود مرما ای کی رفتی از بری من از جدایی ناله دارم از غمت چون ماهی شب رم غصه ای صد ساله دارم صدایم کن صدایم کن صدای تو صدای قسمتم بادا صفای گرم و نرمی تو صفای اسمتم بادا ما کی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکدی ما کی در حسرتی روی تو بدم با منی زار نگاه نکدی ما کی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکدی ما کی از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم بدیلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم بدیلم یار ندارم چی کنم چی کنم دلی حیرانه ببین با منایی چی شود دلی گریانه ببین چی کنم دلی حیرانه ببین با منایی چی شود دلی گریانه ببین مرا کرده بیقرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم مرا کرده بیقرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم
گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم، گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم. چی کنم چی کنم دل حیران ببین، با منای چی شود دل گریان ببین. چی کنم چی کنم دل حیران ببین، با منای چی شود دل گریان ببین. ما کی در گوشه با میت بدم مرا دیدی و صدای نکدی، ما کی در حسرتی روی تو بدم با منی زار نگاه نکدی، ما کی در گوشه با میت بدم مرا دیدی و صدای نکدی. ما کی از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی. بهترین روزتون خسته نگردد. موسیقی شما چقدر دلنشین و دلچسب است. تشکر زیاد. Бодре и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. بهترین و میخوام با صحبت ما همراه شوند. فیضعلی فوزیل ما آخرین سرود کدام است؟ آخرین سرود در همین کوخ سروش سالی نو سروی دبدم، اونجا شما هم اشتراک داشتین. عزیزی من مرا با نام همی سرود بد امرا ثبت کردیم هم مجه با انشالله کسی با نزدیکی با سرودای نو پای اموده هستن اموده شوی هستن. بهترین اگر فیضعلی اگر ما مشاهده کنیم از سالهای پیشتر، سالهایی که سرودی سپیده ها با همراه ولی جان عزیز سروی دبدین یا سرودی که با همراه زلیخا سروی دید دویتای بینیاد مشهور، اما چند سالی اخیر خیلی فعالیت سوستر از گیم خطا نمیکنیم، برای چی؟ بعضان وقت میشن تشویش های روزگار، فرزنده و کلان میشون پای خیلی خوب خودتون معلوم است که تشویش های زیاد هستند. برای ایجادکار تشویش باید یک طرف گذاشته شود و میشه باید پای ایجاد باشن. من فکر میکنم ما میگویم همی خیلی بعضان وقتی بر ایجاد یک عصبی آرام یک وقت خوش میطلبند. بله بهترین برادر نمرد به کس بهترین. من میخوام سرودی اخیرانه که پیشنهاد که برای بیننده عزیز برای شنونده عزیز پیشنهاد کنیم بیننده زیبا میشد باشن. عزیز من مرا مکن تو خارم، بیا دوستت میدارم، بیا که بر لبانت لب گذارم، بیادی چشمانت گل بکارم، بیا که بر لبانت لب گذارم، بیادی چشمایت گل بکارم. بهترین بهترین سروده که امروی ولی جان سرویده بودید سپیده اونم بینید مشهور گریده بودن اطراف همین قصه گب زنید. این سرود راستی گب همون زمان بینید سرودی مشهور بود، یک سروده که یک قصه عجیب دارد. این سرود راستی گب می حبیبه همون شب روز حبیبه هم نو میخوست سرودخونی ها سر کرده بود به خواله سراینده شده. بله بعد در یک استودیو ما خوردیم، معروف جان یک تنظیمگر بهترین برادر قدردان ما است، خیلی نوازنده خوب هم است، با همراه معروف در همون جواب خوردیم، حبیبه ما با ما همراه شد. بعد این آهنگ پیش از این یک چند آهنگ دیگه ما سروده بودیم، اما آهنگ با گوش حبیبه خوب سروده بود. بعد آهنگی که آهنگی ما بعضن آهنگا رو خیلی الهام میگیره سگی از استاد خمونم کم کم به شاگردانه آهنگ سازی میکردیم. من شب روزا با حبیبه یک سرود برای ما را نمیکنه، یک سرود برای ما را نمیکنه، با امروی معروف هم بخلی بود، با من با عدد دادم با حبیبه جون که ما بعد همی کروی خمون یک سرود برای تر حتما پیشکش میکنیم. سرود های پی اومده شبیه هم خیلی سخنه هارون راون بود، همین سرودی سپیده ها هم با همون سرود با همون مصرع های هارون راون
تولید شده بودم این سرود. به خدا که به تو تنها و غمینم، علم یگانه روی زمینم. همین 4-5 میسم داشت دیگر نداشت. سرود تیار او شما لالا خوندیم بخیر. حبیبا را با فیراد کردیم، دعوت کردیم که گوش کن. در همین شب روز ولی جان عزیز و از خوجان از سر خوجان مهمونه میباید به دوشنبه. این سرود گوش کرده با وایم پسند اومد. خلاص ما در فکر خیلی مونه بود که ما را با همراهی ولی جان میخونیم. میسرم در دو نفر. معروف با همراهی ولی جان هم همون شب روز همکاری داشت. اونا رفتن خوجند. کدام توی رفتن نمیدونم. رفتن یک 4 روزی سودن با من زنگ زدن. خوجان به نظم رو بیام، به پیش مرا بیام. گفتم اینجا خیلی اوزی ما نمیتونم، من یکم 5-6 روز پس میشود که بیم. اونجا رفتم دیگه حبیبه فراموش شد. کی داد راز ما نمیدونم. حبیبه فراموش شد، سرو تیار شد. باید میکروفون هم داشتیم خطیمون، هم میکروفونی برای ثبت آواز. استاد دوزرخش هموش ها روز مون هم اشنوختیم. خیلی گفتن طالب جان دوزرخش همیست خیلی خوب می نویستد. هموش ها پیدا کردیم، استاد خونهش رفتیم با امروی ولی جون. این متن تمام دیگه شد، این متن دیگه شد. من را پیشکش هم استاد کردم، گفتم که استاد عزیز همین سروده هارون راون به خدا که به تو تنها و غمینم، علم یگانه روی زمینم، همین را نویستاندگی است. ما 8 مصره دیگه شد دیگه سرود خونده گیدم، 4 مصرهش مونده گید. مورد نشان دادم که استادم خیلی متن خوب دید. گفتم فرصت خیلی تنگ است، یک روز مهلت گرفت و سر اومدم که امره نویسند است. به خدا سپیده ها به توسیان عجایب بهترین استاد. امیره ما بعد حبیبه چی شد؟ حبیبه خفا بعد یه همون توضیح بفت کن خچه گب نمیزنید. حالا هم پیش حبیبه خرزو رو امادش کده گیم یک تن بکنیم که حبیبه دم. این چی خیلی با ولی جان فقط اوهنگ پیسند اومده؟ با ولی جان متن گوش کردم. ولی جان گفت نه دیگه کردین متن کو بعد اوهنگ به همین متنم 4 مصره داشت. با خدا که به تو تنها و غمینم، خواندنش هم میخواه بود علمی یگانه روی زمینم. نقراتش نیه باید در بینش همین بود. از بس که مصره کم بدن با موستاد همین سرو در همین متن رو پیشکش کردم. گفتم همین شنبست با که نیست، لیکی استاد خواست که همه مصره از شما نویستن، یکی خیلی بهترین شد. خیلی خوب نویسنده است استادم. بعد حبیبه چی گفتن؟ روزی شدن که ولی جان خطی خونید خلوصا؟ ما رو نپرسیدیم روزی دیگر، ما رو خوندیم. این وقت دیگه سبوت تایار شد دیگه یه شمبرو بدن بعد سرود وقت تایار شد، ثبت کلیپ شد، کلیپش پیشکشی هواداران و مخلصان شدن. بعد با خبر شد خیلی کم تر خفگی هم شیده بده. با خیلی عذرخواهی کردیم با نه من خفا نمیشه، بهترین انسانی روی عالم است. سرود چگیرتی قطی دیگه کس کنی دیگه قرض داره به حبیبا. بیا از همین سرود چهار میسه یادوار میشیم. با خدا سپیده ها به تو سیان، همه به نوری تو در حال تباهن. سر و سامان جهان به نفسی تو، همه درد و همه رنج و همه آهن. سر و سامان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه آهن. چی نوایه چی نوایه، اگر آینه نخندد، نکوشاید از صفاروی که دل به دل نبندد. چه نوایه چه نوایه، که ترانه به فروغ است، با خدا که بی صدایت، همه قصه ها دروغ است. با خدا سفیده ها بی تو سیاه، همه به نور تو در حال تباه. دوامش با کردیم مرامه. با خدا سپیده ها بی تو سیاه، همه به نور تو در حال تباه.
روبه یا که از جمالت نظری سهر کشایم، نفسی نوا بیابم غزلی دیگر سرایم، بسا پیده ها بگویم که حیات نازنین است، برسید دور شادی دلتان چرا غمین است، با خدا سپیده ها بی تو سیاه، همه بی نور تو در حال تباه، همه بی نور تو در حال تباه. زنده باشین، دست شما در نکنم. سلامت باشین، بهترین بهترین تنسیت باشین. برای من بسیار عجیب که خود یاسی فیضالی سرایده استودا بودن. شما یکون مرتبه دویت سرایده اید؟ دویت؟ نیاد هست انشاءالله. نه با سوال عجیب یکون با سوال سرودمون دویت بده فیضالی جان دوی موز میخون در همه تویا؟ نه رسمی خیلی رسمی نه یکون برای چی؟ این هم یک سروده که دو نفر مثلا دوی موز را که دیگر مضمون رو ایفاده میکنن تورا؟ برای چی؟ من فکر نکه در یادتون آمد برای چی؟ باور که یک سوال داده که در این سوال آزی فکر کنند چی گفتند در گفتند؟ نمیشه پگا جواب دیم پگا همی اگر بفورت اگه من حرکت خوب بگذارم بگذارم من پگا جواب شد نه فکر بکنم شاید اطراف همین موضوع فکر نکرده ده؟ نه ما فکر کرده گی ما چش خیل ما دویم که در معرک ها یک جایه بدیم با هم نگر بدیم فیضالی ایمی اولی توی تا آخرش هم گویا که دویت میخوندیم لیکن در همی کسبیت در سرودهایی که باید تنظیم شوه شود در حقیقت ما یکون دویت کردگی نیست یک دویت نه تریو با امرانی رحمتی سپران جان یک ضرب خونده نه تریو هم خوندگی ما باید دیگه وای هم خوندگی مادر با هم شش نفر یک جوی خوندگی ما بله بله لیکن دویت نه دویت نه جان با دافیدایت مادر هم مادر ما طرفی همین همیزه خوزی حرف میزنیم خلاصت توزی نصر رو دید؟ نیاد است. نمی سول ده زور بیشتر تمام میکنیم که یک سرود رو شکل دید پیشکش میگردد. انشالله بهترین. اینجا چند نفر درخواست کردن؟ اکنون ما وقتی زیاد نداریم. مضمونی چند نفر همه همگی یک سرود درخواست کردن. اگر من اطراف یعنی میخوام گپ زنم پیش از اونی که درخواستی شنوانده رو پیشنهاد کنیم. اگر در فضای تاجیکستان گیم چقدر ما در موضوع مادر معرف میزنیم. اگر چندین سرودی باشد که در موضوع مادر واقعا مادر رو زیبا تصویر کردن اگر مثلا 20 سرودی زیباترین باشه در وصف مادر ما یکی از آنها رو سرودی سیراج الدین فضیلی عنوان کرده میتونیم عشقم امیدم حیاتم توی مادری ای مادری جان مادرم این یکی از سرودهای مشهور مخصوصا در موضوع مادر اگر یکی از مثلا 10 گونه و یا 20 سرود باشد یکی از سرودهای زیبا و یا که مادر رو با هم زیبایی عالم رنگین و زیبایی مادر رو تصویر کرده است این همین سرودی سیراج الدین فضیلی می باشد بسیاری خواهش کردن که همین سرود برای ما زمزم کند بسیار زیبا می شود مرحمت می خواهی اطرافش اولا حرف زنیم یکی از مشهورترین سرود مخصوصا چون که اگر تکرارم شاید قید میکنم که اگر در تاجیکستان 10 سرودی مادر این فکری من نیست من فکر میکنم این فکری بسیاری است من بسیار ژورنالیستیم بسیار مرکب میشیم یکی از سرودی که اگر در 10 گونه بهترین منم عالم زیبای مادر رو تصویر کرده باشد سرود دلچسب بدیل مردم این یک از هم سرودی مادر شما است آدم همه عمر خانه و در گوید فرزند و زن و یار و برادر گوید گر نام بلاوش رسید اگر بی پرواست بله. چون جان بلاوش رسید مادر گوید در واقع مادر مادر جان و دلی ما مادر آسان زیت جمله مشکلی ما مادر نه تاج شهان و نه نگین می خواهد نه اوج سما و نه زمین می خواهد تا در طلب راحت طفلان خود است او راحت جمله آدمی می خواهد این مادر اگر تا سحر هم که ما در وصف مادر سخن کنیم کم است کمی میکنه در واقع شاعر قلمش کند می شود انا نویسان آوازش خسته می شود آوازش خسته می شود لیکن هم با یک شبه رنج مادر هیچ وقت ما برابر شده نمیتونیم این نمیتونیم که خدمت مادر یک شبش ما بتونیم کردن جبران کنیم بله برای همین بجان و دل ما در وصف مادر میخونم گرچند سرودای مادر ما میخواستم دیگه سرودی مادر بخونم لیکن
از شنونده که خواهشی این سروده کرده گی با جان و دل من سروده برای اونا و اعظم از جای بشنه است که از پیشنی همین سرود تقریبا چقدر سال گذشته است سپری شد 2024 سال سپری شده است اما تول از این سرود یاد میکنه این معنی اون داد که در واقع همین سرود ماندگار است جاودانه است و اگر که در 24 سال از یاد مردم نرفت من به باری گفتم میتونم که 100 سال ها گذرد در یاد مردم در دل مردم نقش بسد هیچگاه فراموش نمیشود چون که از دل بر اومد به دل نشست از دل میرود به دل دیگه نداره فقط به برای اگم جای دیگه هم با هم دل نمیدره تمام دیگه راه نیست خلاصا یکی از سرودهای ماندگار و جاودانه شما است مرمت زنزم میکنیم برای مخلصانی مخصن رادیوی 94 FM رادیوی همصدا مرمت عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادر جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادر جان مادرم عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادر جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی ای مادری جان مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی ای مادری جان مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادری جان مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بر مایان بر جسم و جانت پروا نکردی از رنج دنیا دوا نکردی بر جسم و جانت پروا نکردی از رنج دنیا دوا نکردی احسان به نامت ای مادری جان ای مادری جان مادرم قربان نامت ای مادری جان ای مادری جان مادرم پرورد مرا بحری جهان آراست مرا بی تو جهانم معنا ندارد عمری جوانم معنا ندارد بی تو جهانم معنا ندارد عمری جوانم معنا ندارد احسان به نامت ای مادر جان ای مادر جان مادرم قربان نامت ای مادر جان
ای مادری جان مادرم احسان بنامن ای مادری جان ای مادری جان مادرم قربان نامن ای مادری جان ای مادری جان مادرم عشقم امیدم حیاتم توی ای مادر جان مادرم طلبم صدایم نوایم توی ای مادر جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی ای مادر جان مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادر جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی ای مادر جان مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادر جان مادرم ای مادر جان مادرم بهترین این سرود در خزینه تیلوی رادیو محفوظ است و من با باوری گفتم میتونم که صد ساله ها گذارد این سرود همچون زیباترین سرود در وصف مادر همیشه در یاد مردم میموند چون یکی پیشتر قید کردیم با گذشتی 24 25 سال از یاد مردم نرفته است و من فکر میکنم صد ساله ها گذارد همگون وقتی که در این میان شاید چقدر سرود ها در وصف مادر پیشنهاد گردد اما سرودی خوب همیشه در یاد مردم باقی میموند جاودانه ماندگار میگردد آرامین سرودی که ما در موضوع مادر پیشنهاد کردیم از جمله آن سرودی است که بگذشتی 100 سال ما فکر کنم از یاد مردم نمیرود من تشکر میکنم به شما برای پیشنهاد یک سرودی واقعا دلچسب و زیبا و جذاب و شوقوار و رنگین و مهمتر از آن پرمضمون که همون عالم زیبا و به آلایش مادر رو بسیار زیبا تصویر کرده است من اصلا میگم در آنجا چی گفتن میخواهید با شنوندگان رادیو همصدا بانوی که خودی حاضر به موج 94.4 FM برادر همصدا پیوست شدن چی گفتن میخواهید با همه شنونده های رادیو همصدا گفتنی هستم که بگذار همیشه تابی بالیده داشته باشم تن صحت داشته باشم اساس تن صحت باشه وقتی آدم خوش باشه همه چی میشه همه چی میشه بله باید پروای یگم کمبودی زندگی نکنی زندگی چقدری که ما اگر بخوایم که زندگی را تامین کنیم به کمبودی کنیم که همون قدر کمبودی زیاد میشه بله زندگی نقدی هزار آزار است هر قدر کم شماری بسیار است بهترین همین باید بهترین. انسان تلاش نکنه که ما باید زندگی خوب و گوارا داشته باشم زندگی خوب و گوارا در دست خود ما ای ما خودمون میتونیم که زندگی خوب و گوارا را تشکیل کنیم بهترین برای همین تمنیات ما همین است که بگذار شنونده های همصدا ما عموما مردمی تاجیک بگذار که خانه آباد باشن تن صحت باشن سرودهای ما فقط در وقت روزی خوشی آنها بگذار صدا بده بهترین فیضعلی فضیلی شما چی میگید در انجام با مخلصان من با مردمی تاجیک ما رادیو همصدا در تمام روی دنیا تام گوش میکنن پیش از همه تنشون سالم باشد خیلی که استاد گفتم بعدن آرزو میکنم که همیشه از خاندان هر یک فرد تاجیک صدای موسیقی و صدای شعر سرود تنین انداز باشد یعنی نشونه آبادی و تنج و آسودگی است آرزو میکنیم که همیشه وطن ما تنج و آسوده و زیبا باشد همین دیگه بله فیضعلی بسیار کم گپ میزنه که کم گپ میزنه اینم خوب است پیش استاد گپ زدم زیاد بسیار کم میزنه من به شما تشکر میگم برای اشتراک در برنامه ما زنده باشین و فکر میکنم بسیار یک صحبتی زیبا صمیمی شوقوار بود ما یاد کردیم از اون خاطره های دیرین شیرین 20 سال 30 سال پیش که من فکر میکنم برای شنوندگان رادیو همصدا بسیار یک صحبتی صمیمی و زیبا بود امید برام میوندیم که چگونه که امروز سرودهای شما مخصوصا در تاجیکستان عزیز ما بنیاد تنین انداز است و هر یک سرود شما از جانب مردم تاجیک بنیاد خوب قبول میگردد چگونه که این سرودی به خبر بنیاد خوب قبول گردید و آرزوی آن را میکنم که همگی سرودهای شما از جانب مردم خوب قبول گردند و روز به روز همون بزرگترین فتی صنعت رو تایید کرده باشید اولا باید همه ما فراموش نکنیم در آخر جنبستی گپ زنم
اولا باید ما فراموش نکنیم که خدا را ما باید شکرگزار باشیم که یک وطنی آباد و زیبا و در واقع سرسبز داریم. بله. این هم باشد با شرافت محترم پیشوای معظم ملت جناب عالی امام علی شریف رحمانوف با ببینید که با یک راهبری شهر بله. رئیس شهر ما چقدر یک نگاه زیبا دارن. این شهر ما قدر گلگل شکفان شده است، به شهر گلها تبدیل یافته است. بله. بگذار که اتاق یک اتاق شوه که در اوجا هم جای کلیپسیون ککنی شوه، هم مردم بیان بشینن، اما نوبت بیستن برای صحبت کردن. من باوری دارم که اگر همین آبادی و همین زیبایی و همین خوشحالی مردم رفتن بگیره، ما با همه ارزومون میرسیم. بله بله، تشکر برای یک تمنیاتی نکتون. اما اینجا ما چیکار میکنیم؟ ما برنامه را جمع بس میکنیم. تو خودی حاضر قریب یک ساعت و یک نیم ساعت قریب صحبت کرده استودیم، همگی سردوی که شما پیشنهاد کردین خواهش شما بودن. ما در اینجا برنامه را جمع بس میکنیم و در آخر شما یک سرده که خواست دل خودتون از این بزرگ خودتون سوزگار باشه، همین سرود در انجام میسریم و با همین برنامه رو جمع بس میکنیم. مرامت زندگی دردی تو را داند نداند، غم مخور همراهت بار قدم ماند نماند، غم مخور ای خوشا مرده که خود مرده مال خود است، ای خوش آن مرده که خود مرده مال خود است. پادبان گاوی تو را باند نباند، غم مخور پادبان گاوی تو را باند نباند، غم مخور. حرفی پنهانی دلت را با کس و ناکس مگو، دوست هم رازت شدن تاند نتاند، غم مخور. گیرومانی دانه شطرنج در یک قالب است، گیرومانی دانه شطرنج در یک قالب است. گر رقیب اندیشه راند نراند، غم مخور. زندگی دردی تو را داند نداند، غم مخور همراهت بار قدم ماند نماند، غم مخور ای خوشا مرده که خود مرده مال خود است، ای خوشا مرده که خود مرده مال خود است. پادبان گاوی تو را باند نباند، غم مخور پادبان گاوی تو را باند نباند، غم مخور. غم نخره هیچ وقت. بهترین بهترین دوستان عزیز، یادآور میشویم در صحبت ما بودن سرایندگان محبوب سراج الدین فاضیلوف و همچنین فیض علی فاضیلوف. حسیت خون آباد باشین، زنده باشین. بار دیگر خوش آمدید. برنامه های دیگری رادیو همصدا ادامه دارد.